درود به همه شما هنرمندان عزیز. قرار این لوگوتایپ فارسی رو توی نرم افزار ایلوستراتور با هم انجام بدیم به اسم بازار. حالا میخوام بهتون بگم که چطوری این سایه رو بهش داده و اینکه چطوری طراحی رو انجام داده. کنترل تو رو میذارم که روی صفر قفل بشه طبق معمول همیشه. با ابزار پن من این رو میام انجام دادم. ببینید این مشخصه که اتوت دستی روی کاغذ زده شده و ازش حالا عکس گرفته شده، اومده وارد نرم افزار کرده و با ابزار پن به راحتی میشه این لوگو رو درآورد و سایه‌اش رو در ادامه بهتون میگم چطوری باید این سایه رو داشته باشیم. تو قسمت ابزارها پن رو انتخاب میکنم و از اینجا شروع میکنم به کشیدن. خب این قسمت ها رو شروع میکنم به کشیدن. خب میرسیم به اینجا. ببینید این قسمت رو شما هم توسط استروک میتونید این قسمت رو حالا توش رو خالی کنین، هم میتونید کامل بکشیدش. که ببینید من اینو کامل میکشم به این شکل. اینجا رو یک مقدار زوم، اینجا یک هلال داره و اینو برمیگردونم داخل خود بی به این شکل. خب که با استروک هم میتونید اینجا رو خالی کنید. خب ادامهش رو میرم و بعد برمیگردم روی خطوطی که اینجا داره. خب میام سراغ این خطوطی که اینجا داریم. خطوط هم به صورت استروک به حالت هلال میکشم. خب میام قسمت پایین. این قسمت پایین از الیپس استفاده میکنم. یه دونه الیپس، یک مقدار زوم، سایز رو کوچیکتر و میچرخونم. من این استروکش رو میام روی قرمز قرار میدم که شما ببینید. این رو اینجا قرار میدم، روش جایگزین میکنم که دقیقا گردی بیزیش عین خودش بشه. یک مقدار بیارمش داخل از دو طرف. خب خوبه. دوباره پن رو انتخاب میکنم، یه دونه حالت استروک هم اینجا میکشم. خب این استروک من میام سایزش رو زیاد میکنم تا روی یک یا یکونی، روی یکونی میذارم. خوبه. از قسمت یونیفرم روی گزینه اول کلیک میکنم که این حالتی باشه. ببینید من میخوام این خطو، حالا چون زومش کردم کیفیت پایینه، این خطو از داخل این پای حالا لوگو درش بیارم، این قسمت بی یعنی نقطه بی درش بیارم. اول باید این رو از حالت استروک خارج کنیم. میرم تو قسمت آبجکت پد و اوتران استروک رو میزنم و حالا میام این رو به رنگ سفید دیگه به رنگ سفید میگیرم. جفتش رو با هم انتخاب میکنم، یعنی هم این حالتی که از قبل استروک کشیدیم و هم دایره ای که اینجا داریم. جفتش رو با هم توسط شیفت انتخاب میکنم. تو قسمت ابزارها شیپ بیلدر رو انتخاب میکنم، آلت و پایین نگه هم دارم و اینجا رو کلیک میکنم. چون ببینید میخوام این قسمت خالی بشه مثل قسمت حالا خود نقطه بی و آلت و پایین نگه هم دارم. یه دونه کپی هم میگیرم برای این یکی نقطه اینجا قرارش میدم و بقیه رو هم به همین صورت، اینا رو هم به همین صورت. حالا میتونم بیام یه دونه نیو دیگه ایجاد کنم که بهتر متوجه بشین. خب اولین کاری که میکنیم باید یه دونه بک‌گراند داشته باشیم به رنگ نارنجی خیلی یک مقدار تیره. تمام اینا رو انتخاب میکنم، میارم اینجا، راست کلیک ارنج و رو قرارش میدم. کاری که باید انجام بدین، تمام استروک هایی که اومدیم اینجا کشیدیم همه رو من با هم انتخاب میکنم. حالا میتونیم گروپش هم بکنیم، کنترل جی میزنم گروپش میکنم. سایز یکونیم به این پایینی دادیم دیگه، سایز یکونیم هم به این میدیم و از قسمت یونیفرم هم به این شکلش میکنیم. و حالا همه اینا باید دوباره از حالت استروک خارج بشه. آبجکت پد و اوتران استروک رو میزنم و طرح اصلی که کشیدیم، یعنی این چهار تا خطی که هست، شیفت و ایکس رو میزنیم با استروک هایی که اینجا حالا از قبل اومدیم درستش کردیم انتخاب میکنیم. دوباره شیپ بیلدر رو انتخاب میکنم، زومش میکنم، آلت و پایین نگه میدارم و داخلش رو به این شکل خالی میکنم که اون قسمت ها داخلش خالی بشه. این زوم نبود. آلت و پایین حتما باید نگه دارین. این قسمت رو هم به این شکل ببینید الان داخل اینا خالی شد. کاری دیگه باید انجام بدیم این قسمت تیزی داره. روی لوگوی اصلی که من برم این حالت نرمی اینجا داره و ما با این تیزی رو از بین ببریم. پس من طرح اصلی رو انتخاب میکنم، میام دایرکت سلکشن تو رو انتخاب میکنم. اینجا یه دونه نقطه تشکیل میشه، روش کلیک میکنم که نقطه تشکیل بشه و میکشم و میارمش تا آخر.
میبینید کلن اینجاست، کلن این حالتش رو یک حالت نرم تور کرد و بقیه جا هم به همین صورت. مثلا اینجا یک کلیک میکنه، البته اینجا دایره تشکیل نشد، پس من میام از اسم و طول استفاده میکنم. میبینید این حالت نرمی رو این قسمت به من میده. یا این قسمت بالا حتما کلیک کنید رو اون قسمتی که میخواین اون حالت نرمی رو بهش بدید، وگرنه همه جای اون طرح رو میاد تیزیش رو میگیره، چون یه سری جاها شما میخواین تیزی رو داشته باشین. حالا میخواین بریم بر سایه‌ای که اینجا بهش داده. من میام همه اینا رو با هم انتخاب میکنم و یک گروپشون میکنم که یه دونه ازش کپی بگیرم. ببینید عزیزان، شما از سه راه میتونید این سایه رو بهش بدید. راه اول این که شما از 3D خود نرم افزار میتونید استفاده کنید که حرفه‌ای بودنش به اینه که شما خودتون این رو انجام بدین بدون 3D کردن، چون 3D یه جوری مصنوعی میشه و اون حالت حرفه‌ای بودن رو نشون نمیده. راه دوم این که شما یک استروک، یعنی از خود این کپی بگیرید، یه استروک بهش بدین و سایز استروک رو ببرید بالا. و راه سوم این که از آفست پد استفاده بکنید. البته که توسط پن هم شما میتونید دور تا دورش رو بگیرید ولی تمیز در نمیاد. من میام از آفست پد استفاده میکنم. پس کل کار رو میگیرم، یعنی گروپش کردم، کنترل سی اف روی خودش کپی میگیره. خب من میام چشم اولی رو برمیدارم، دومی رو انتخاب میکنم، میخوام یک رنگ توسی تیره بهش بدم، نه مشکی. مشکی هم میتونید روی بک نارنجی بدید، جذابه، ولی توسی تیره هم خیلی رنگ قشنگیه روی این بکگراند. انتخابش میکنم. ببینید من اولی رو ازش کپی گرفتم، اولی رو دارم، دومی رو انتخاب کردم و این رنگ رو بهش دادم. چشم روی رو روشن میکنم، زیری رو که اومدم رنگ بهش دادم با کلید های روی جهت نما میارمش به سمت راست. این چیزی که اینجا داری میگی، میبینید به سمت راست اومده سایش. و برای اینکه این داخل رو پرش بکنیم از آفست پد استفاده میکنیم. پس روی خود سایه کلیک میکنم، میرم تو قسمت آبجکت پد و آفست پد رو روش کلیک میکنم. میبینید الان قسمت داخلی پر شد. من کنسل رو بزنم، قسمت رو میبینید خالیه. دوباره پد، آفست پد، این قسمت رو پر شد. اینجا میتونید عددش رو کم و زیاد کنید. اینقدر باید عددش رو زیاد کنید که قسمت این خالیه اینجا پر بشه. مثلا روی 8 باز بک‌گراند مشخصه، روی 9 دیگه اوکی. میبینید اوکی رو میزنم. الان سایه‌ای که بهش دادیم خیلی راحت توسط آفست پد انجام شد، تا اینکه بخواید دوباره از اول با پن بکشید از استروک استفاده کنید. و چشم بالایی رو اگه من بردارم، میبینید هم آفست پد داره هم تری کشیدیم. برای اینکه لایه‌شو یکی کنیم، میام تو قسمت پد فاندر و یونایت رو میزنیم، کلا لایه یکی میشه. میشه کلا سایه این لوگویی که ما طراحی کردیم. و نوشته پیزا رو هم میاریم. توی این قسمت میام سایزش رو کلا رو سایز بزرگ قرار میدم و این رو هم با آیدراپر از رنگ توسی اینجا میگم. و فاصله بینش رو اگه بخوایم مثل اون بشه، فاصله بینش رو زیاد میکنیم و اینو اینجا یک مقدار سایزش کوچیک‌تر. ببینید فاصله بین اینا زیاد.